شرافت مامدانبارو، پرزیدنت سابق شورای امامت اسماعیلی های تاجیکستان و خواهر آوازخوان مشهور زاده بدخشان الفتمو مامدانبارو، تا چند هفته اخیر از جانب مقامات امنیتی تاجیکستان چندین بار در رابطه به اوادس اخیر ولایت مختار کوهستان بدخشان بازپرسی شده است. پرزیدنت شورای امامت اسماعیلی های تاجیکستان بلندترین مقام در بین طرفداران این مذهب به شما رفته، مس پرزیدنت شورای امامت از اسماعیلی های تاجیکستان در نزد دربار آقاخان نمایندگی میکند. آقاخان امین طور فرمان و تعلیقه های خود را به پیروانش در تاجیکستان نیز توسط شورای امامت و جماعت خانه ها و خلیفه هایش میرساند. یک منبع پایگاه خبری بامداد گفت مامدانبارو حالا در خورخ قرار دارد و دفعه آخر او را 8 ساعت بازپرسی کردند. محتوای این بازپرسی ها را به سبب مور مخفی داشتن پرونده اوادس بدخشان کسی شرح نمیدید. مقامات تاجیکستان درباره باجوی شدن پرزیدنت سابق شورای امامت اسماعیلی ها تا حال اظهار نظر نکردند. خود شرافت مامدانبارو که 68 سال دارد و دو نوبت 3 سالی پرزیدنت شورای امامت اسماعیلی ها انتخاب شده است، نیز درباره این قضیه چیزی نگفته است. رادیوی آزادی نخستین منبعی که از بازپرسی شدن شرافت مامدانبارو خبر داد، از قبل یک کارمند سازمان آقاخان نوشت که روزهای 13 و 14 آگوست به کمیته امنیت ملی دعوت شده است، ولی منبع بامداد گفت شرافت مامدانبارو چند مدت باز تحت فشار قرار دارد و لکه 5 یا 6 بار برای بازپرسی دعوت می شود. شرافت مامدانبارو 1 یونی سال 1954 در شهر خورخ به دنیا آمده، سال 1976 شعبه انگلیسی فکلتت زبانهای خارجی دانشکده دولتی آموزگاری شهر دوشنبه به نام شفچنکا را ختم کرده است. او سالهای زیادی در دانشکده و در دانشگاه دولتی تاجیکستان و از سال 1993 تا 2000 در دانشگاه خورخ کار کرده، از سال 2000 رهبر برنامه انسانشناسی بنیاد آقاخان را بر عهده داشت. سال 1995 وقتی که آقاخان بار اول از تاجیکستان بازدید کرد، یکی از ترجمانهای او شرافت مامدانبارو بود. او را از نفران خیلی نزدیک به این رهبر روحانی اسماعیلی های جهان و از افراد مورد اعتماد آقاخان نام می‌برند.